یک نهاد نظارتی در کانادا تحقیقاتی را در مورد ادعاهایی مبنی بر استفاده نایک کانادا و یک شرکت معدن طلا از کار اجباری اویغورها در فعالیتهایشان در چین آغاز کرده است. تحقیقات این نهاد در پی شکایت ارائه شده توسط اعتلافی از گروه های حقوق بشری صورت می گیرد. این نهاد مدعی است که شرکت نایک کانادا با چندین شرکت چینی برای تأمین محصولاتشان رابطه داشته است. یک مؤسسه سیاستگزاری استرالیا این شرکت های چینی را به عنوان شرکت های شناسایی می کند که از کار اجباری اوغورها استفاده می کند یا از کار آنها سود می برند. نایک می گوید که دیگر با شرکت هایی که متهم به استفاده از کار اجباری اقلیت مسلمان قومی ساکن در منطقه سینکیانگ چین هستند ارتباطی ندارد. رسیدگی به نایک کانادا و شرکت داینستی گولد اولین تحقیقات نهاد ناظر اخلاقی کانادا از زمانی است که مکانیسم شکایت آن در سال 2021 راه اندازی شد. این در حالی است که گزارش سازمان ملل متحد در سال 2022 نشان داد که چین مرتکب نقض جدی حقوق بشر علیه اویغورها اقلیت مسلمان قومی ساکن در منطقه سینکیانگ شده است که ممکن است جنایت بین المللی به ویژه جنایت علیه بشریت باشد چین اما همواره نقض حقوق مسلمانان اویغور را رد کرده است